سازمان افع بین الملل با انتشار بیانیه اعلام کرد که نیروهای امنیتی سودان از آغاز اعتراضات در این کشور تاکنون دست کم 800 فعال سیاسی را بازداشت کرده‌اند. در این بیانیه آمده است اطلاعاتی در دست است که نشان می‌دهد در درگیری معترضان با پلیس بیش از 200 نفر کشته شده. در ادامه بیانیه گفته شده است در میان بازداشت شدگان 17 نفر اعضای حزب کمونیسم پانزده نفر اعضای حزب المعتمر و نیز شماری فعالان جنبش های جوانان هستند. در همین راستا خبرگزاری ها گزارش دادند که نیروهای امنیتی سودان دالیا اروبی فعال سیاسی این کشور را بازداشت کردند. عبدالرحمن المهدی همسر این فعال سیاسی اعلام کرد که هشت افسر امنیتی با یورش به منزل وی دالیا اروبی را بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کردند. در جریان این بازداشت همچنین دوربین وینیز نیز مصادره شد این فعال سیاسی به اتهام مشارکت در تظاهرات ضد دولتی بازداشت شده است در همین حال روز گذشته عمر بشیر رئیس جمهوری سودان به رغم ادامه تظاهرات در این کشور از لغو یارانه مواد سوختی دفاع کرد بشیر گفت که سلسله اقدام هایی که دولت اتخاذ کرده برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی است وی تصریح کرد که تدابیر اقتصادی که اخیرا دولت اتخاذ کرده پس از بالا رفتن تورم و مشکلات اقتصادی در پی جدایی جنوب سودان و خروج نفت از بودجه ضروری بود تا اقتصاد این کشور از هم فرو نپاشد گفته شده است که تظاهرات مردم در اعتراض به گرانی در چندین شهر سودان همچنان ادامه دارد و این تظاهرات به دانشگاه های سودان نیز کشیده شده است تظاهرات معترضان به سیاست های ریاضتی دولت سودان از روز 23 سپتامبر آغاز شد. در آن زمان دولت سودان تصمیم گرفت به دنبال کاهش شدید درآمدهای های نفتی و برای مقابله با بحران اقتصادی کشور سیاست های ریاضتی را اعمال کند. سودان کشوری با اقتصاد نفتی بود و درآمدهای های نفتیش رو به رشد بود تا اینکه سودان جنوبی از این کشور جدا شد و 75 درصد از منابع نفتی سودان را گرفت. سیاستمداران و از جمله عمر بشیر رئیس جمهوری سودان از سیاست های ریاضتی حمایت کردند و گفتند در غیر این صورت فروپاشی اقتصادی در انتظار این کشور است.